مانند شیری به در و دیوار می زدم. از تنهایی ملت ایران، از درماندگی ملت ایران به شرف سوگن می لرزیدم و به دیوار می زدم خودم رو به خاطر مناظره آقای آزاد راز و آقای نمیدونم میرزا آقاسی هرچه. چه نانی به آقای میبودی و به قول معروف چه تشکری از میبودی میکرد این آقای میرزا آقاسی که شما نمیدونم دوستی ما 30 سال نمیدونم 60 سال سپاسگزاری از آقای میبودی و من درماندگی آقای دکتر آزاد راد رو در مقابل این شیطان راستی دیدم و بسیار آزرده شدم. درماندگی راستی سوگرد، کاش که من در این مناظره بودم، کاش که فولادمند بود. فولادمند که اعلام کرد من بر سر اسلام با جهان روبرو میشم. شما کجا بودید آقای میرزا آقاسی؟ اون زمانی که فولادمند جهان اسلام رو به مبارزه طلبید آقای میبودی شما کجا بودید؟ آقای خبرنگار جورنالیست، راستی که شما همه چیز رو به ننگ کشیدید، حتی نام یک جورنالیست رو آقای میبودی. مردم جهان تصور دیگری رو از یک جورنالیست دارن. شما فکر کردید که اگر نعل وارونه بزنید همه رو میتونید گول بزنید. اینطوری نیست. اگر ملت ایران در مقابل شما آقای میبودی سکوت کرده، نه یعنی که نادانه، راه مبارزه رو نمیشناسن. شما راه به کسی نمیدید. شما آبشخور رو اشغال کردید آقای میبودی. شما رادیو تلویزیون های لس آنجلس آبشخور رو اشغال کردید. راه ارتباط با ملت ایران رو شما بستید. راه خرد رو شما بستید. راه دانش رو شما بستید. راه آگاهی و مبارزه رو شما بستید. شما رادیو تلویزیون های لس آنجلس این گونه نخواهد ماند. به شرفم سوگند تمامی امکاناتم رو و هستیم رو و جانم رو در این ره گذر سرمایه گذاری خواهم کرد که این گونه نمونه. اگر بنا باشه که پیاده از زمین به ماه برم، به راستی نخواهم گذاشت که شما این گونه با ملت ایران و با خرد ملی بازی کنید. آقای میبودی جورنالیست نه یعنی بنشینه توی یک به قول معروف تلویزیون کنگر بخوره و لنگر بیاندازه و عید رگر عاشقی بخونه. جورنالیست بلند میشه و راه میافته. و منابع خبری رو پیدا میکنه، ارتباط مستقیم برقرار میکنه، منابع دست اول رو تهیه میکنه و در اختیار مردم میذاره. نبه نشینه مانند شما و حسادت و بغض حتی به تلویزیون الجزیره داشته باشه. نه، مشکی عرب سوس برخوره باقی رهنه عید لگر عاشقی،
وقتی که بیخبری آقای جرنالیست خودت رو مسخره کردی با دریش یک ملت میخندی با ملت هم با سکوت از مقابل شما رد میشه با سکوت از مقابل تاریخ دست شد ملت ایران تو کی هستی به فکر میکنی که محبت شدی ما شکست برده تاریخ هستیم نه شکست برده تو آقای جورنالیست که می نشینی یک مناظره به قول معروف قلابی به راه می دردی اگر راست می گفتی زمان که فولاد رنگ بود فولاد رنگ رو دعوت می کردی و از اسلام سخن می گفتی حالا می خواهی اسلام رو نجات بدی حقه عمر تو توی تلویزیون نشستی هر سال از اسلام سخن گفت صدا صحبتی حالا نشستی میگی هنوز کسانی هستن که میخوان با اسلام از در تو بیرون بیان شما فکر کردید که ملت ایران شما رو فراموش کرده آقای مهبودی اشتباه میکنید سرتون زیر برفه در بیارید سرتون رو از زیر برف زندگی کفت رو پیش کردی جناب میبودی آقای دکتر گرامی آقای آزاد راست شما که حریف این شیطان میرزا آقاسی نیستید شما چرا در این مبارزه شرکت میکنید در این مناظره گفتم من در برنامه قبلم که باید اسلام به جای رسیده در ایران که باید این درخت تلف بشه من هنوز از این مناظره خبری نداشتم باید شاخ و برگ ننگین این دین ننگین اهریمنی تلف بشه تا از چشم مردم دور بمونه و دوباره در فرصتی مناسب در فرصت مناسبی که دولت آینده به دست این اهریمنان میده هموطنان گرامی رشد خودش رو گام به گام با صورت دیگری آغاز کنه آقای میرزا آقاسی گفتند که آنچه که شما به عنوان اسلام در جهان میبینید ادامه خلافت معاویه هست و اسلام 51 سال فرصت داشت که ماهیت واقعیش رو به جهان نشون بده درست میگید درست میگید شما منتها شما به سخن فولاد رنگ گوش نکردید شما گوش کردید شما میخواهید مردم ایران رو به فراموشخانه تاریخ ببرید اشتباه میکنید فولاد رنگ نیست هوشنگ که هست از افتخارات محمد شما آقای میرزا آقاسی مگر کشتار قبیله بنی قریظه نبود که با شمشیر علی 700 تا 900 نفر رو یک روز سر برید آقای میرزا آقاسی جناب آقای دکتر آزاد راست شما که توان سخن رو ندارید شما که نمیتونید مقابله کنید با چنین کسی نباید تن به این مبارزه بدید و به این مناظره قبول مسئولیت نکنید جناب آقای راد من مطمئن هستم که در جایگاه دیگری توان بسیاری دارید شما
با مدرک دکتراتون. بسیار. ولی این جایگاه جایگاهی نبود که شما بنشینید و میکروفون رو به دست آقای میرزا آقاسی بدید و برای اسلام حقانیت بخره و ضعف شما در مقابله با ایشون.